با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. با کیس جدید LG می توان یک نمایشگر ثانویه را به گوشی اضافه کرد. شرکت LG برای جانماندن از رقبای خود در زمینه طراحی و توسعه نمایشگر گوشی های هوشمند با یک ایده جدید توانست نگاه ها را به خود جلب کند. این ایده چیزی نیست جز یک کیس مجهز به نمایشگر تاشو که تمامی بدنه گوشی را در بر می گیرد. البته این ایده فعلا در حد یک پتنت است و هنوز به مرحله نهایی شدن و تولید انبوه نرسیده است. با این حال طراحی کیس مذکور در چند نهاد ثبت شده و با توجه به تصاویر و اطلاعات موجود میتوان گفت که این کیس در واقع یک نمایشگر است که میتوان آن را با گوشی همگام سازی و به عنوان نمایشگر ثانویه استفاده کرد. طراحی آن به گونه ای است که از طریق یک اتصال دهنده کانکتور به گوشی متصل شده و وسعت نمایشگر گوشی را دو برابر میکند. واتساپ به پشتیبانی از ویندوز و نسخه های قدیمی اندروید و iOS پایان داد. سیستم عامل ویندوز فون مایکروسافت اکنون به یک افسانه تبدیل شده است. اگرچه این پلتفرم با عرضه ویندوز 10 موبایل تا حدودی احیا شد، اما عدم استقبال جدی از سوی کاربران و انتقاد منتقدین راهی جز پایان دادن به زندگی این پلتفرم برای مایکروسافت باقی نگذاشت. طولی نکشید که بسیاری از اپلیکیشن ها به پشتیبانی از این سیستم عامل پایان دادند و امروز نیز شرکت فیسبوک مالک واتساپ نیز به این جرگه اضافه شد. این شبکه بزرگ اجتماعی رسما اعلام کرد که دیگر پلتفرم ویندوز فون در اپلیکیشن واتساپ این شرکت پشتیبانی نخواهد شد. این تصمیم از یک روز قبل به حاله اجرا رسید. همچنین توسعه دهندگان واتساپ نیز از 1 فوریه 2020 به پشتیبانی از نسخه‌های قدیمی اندروید 2, 3 و 7 و قبل‌تر و iOS که 8 و قبل‌تر از آن است پایان خواهند داد. رمز دوم یک بار مصرف شامل تمام کارت‌های بانکی ایران می‌شود. مشتریان بانکی می‌توانند برای تمامی کارت‌های خود حتی از یک بانک رمز دوم پویا بگیرند و رمز دوم پویا برای حساب‌های مشترک نیز برای فرد دارنده کارت فعال می‌شود. همچنین امروز یک مقام مسئول در نظام بانکی ایران گفت دریافت هزینه بابت رمز پویا غیرقانونی است. بابت پیامک‌های رمز دوم پویا نباید هیچ مبلغی از مشتریان نظام بانکی کسب شود. چین در شرف راه‌اندازی اولین خورشید مصنوعی است. با پایان عملیات طراحی و ساخت راکتور همجوشی چین، دانشمندان امیدوار هستند در اوایل سال 2020 از این دستگاه قدرتمند بهره برداری کنند. چین در شرف راه‌اندازی راکتور همجوشی هسته‌ای جدید خود است که می تواند با شبیه سازی فرایند رخ داده درون خورشید انرژی تولید کند. این راکتور با نام مسار خورشید مصنوعی شناخته می شود و در صورت راه اندازی موفق می تواند دانشمندان را یک گام دیگر به سوی انرژی پاک، ارزان و نامحدود حاصل از همجوشی هسته‌ای نزدیک تر کند.